گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاری است پیکاری بزرگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. امروز به سراغ شعری از شاعر بزرگ معاصر زنده یاد فریدون مشیری میریم، شعری که در سال 1344 با نگاهی فلسفی و هنرمندانه به تحلیل جنبه‌های پنهان شخصیت انسان پرداخته. فریدون مشیری در شعر گرگ با زبانی ساده و در عین حال پرمحتوا به بررسی مفاهیم عمیقی مثل انسانیت، طبیعت و تقابل‌های درونی انسان پرداخته و گفته که هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. مشیری با به تصویر کشیدن گرگ به عنوان نمادی از خوی وحشی و غریزی انسان پرداخته که در درون هر فردی نهفته است. این گرگ نماد تمایلات و غرایز منفی نظیر خودخواهی، پرخاشگری و فرومایگی که در پس ظاهر انسانی قرار داره. پیکار دائمی بین انسان و گرگ درون اون نشان دهنده مبارزه بین عدالت و ظلم و بین آزادی و استبداد. شعر همچنین به تأثیرات اجتماعی گرگ‌های درون اشاره می‌کنه که اگه افراد جامعه نتونن بر گرگ‌های درونی خودشون غلبه کنن، این گرگ‌ها به رهبران و فرمانروایان جامعه تبدیل میشن و باعث رنج و درد مردم میشن. این تصویر به خوبی نشان دهنده وضعیت جوامعیه که در اونها دیکتاتورها و ستمگران حاکمند و مردم تحت فشار و ظلم قرار دارن. اجازه بدید قطعی از این سروده زیبا و تاثیرگذار رو با صدای خود فریدون مشیری بشنوید. گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشون رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ ها چون آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب.